کمبود آب و نبود سیستم منظم آبرسانی از مشکلات فراروی رشد زراعت در کشور عنوان می شود. در حال حاضر در سراسر کشور 8 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از آن جمله بیشتر از 5 میلیون هکتار زمینیان قابل زرع است. به گفته مقام های وزارت زراعت چند دهه پیش بیشتر از 3 میلیون هکتار زمین در کشور آبیاری می شده، اما این رقم در 11 سال اخیر به بیش از 1 میلیون کاهش یافته است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت مالداری و آبیاری هنگام امضای قرارداد 18 پروژه تنظیم آب در ولایت های ننگرهار، کابل و بلخ هدف از این برنامه ها را جلوگیری از ضایع شدن آب و مدرنیزه شدن سیستم آبرسانی کشور عنوان کرد. وی افزود در حال حاضر نزدیک به 60% آب تا رسیدن به مزارع در کشور تلف می شود. آب تا سر مزرعه می رسه بسیار وقت می گیره، تبخیر می شه. سوراخ های عجیب و غریب در داخل سیستم آبیاری صاحب زایی می سازد. سرعت بسیار کم است. و داخل مزرعه که می رسد در تقسیمات آب بسیار زیاد ضایعات صورت می گیرد. و بالاخره در داخل کشتزار دهقان نیاز به کمک تکنیکی داره که بفهمه که چند بارم این نبات آب بده. به چی صورت آب بده. بسیاری وقت ما شما به اندازه آبیاری را زیاد بیتیم که نبات اصلا ضرورت زورت نداره. تاوان میکنه وضع فایده برش. وزیر زراعت از مردم درخواست کرد به هدف جلوگیری از ضایع شدن آب و ملوث شدن آن تلاش کنند. وی ضمن توزیع تصدیق‌نامه به شماری از میراب‌ها افزود، در حال حاضر در سراسر کشور 18000 میراب به هدف جلوگیری از ضایع شدن آب فعالیت دارند. جنجال بر سر آب و عدم مدیریت درستیان از چالش‌های فراری کشاورزان در روستاهای کشور دانسته می‌شود. اما مسئولان در وزارت زراعت ابراز امیدواری میکنند که با تطبیق پروژه های تنظیمیاب در مزرعه به این جنجال ها در سراسر کشور پایان داده خواهد شد.